داستان زیبای زعفر جنی و امام حسین علیه السلام. در ادامه با عفس تیوی همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر و امیدوارم که حالتون خوب باشه. این داستان بر اساس منابع معتبر که در پایان نمایش داده خواهد شد برای شما آماده شده. فراموش نکنید که در هر دین و اعتقادی که باشید توهین به دیگر ادیان و اعتقادات در آن دین منع شده است. هنگامی که واقعه جانسوز کربلا در حال وقوع بود، زعفر جنی که رئیس شیعیان جن بود در بعر ذات العلم برای خود مجلس عروسی برپا کرده بود و بزرگان طوایف جن را دعوت نموده و خود بر تخت شادی و عیش نشسته بود. در همین حال ناگهان متوجه شد که از زیر تختش صدای گریه و زاری می آید. زعفر جنی گفت: کیست که در وقت شادی گریه می کند؟ در این هنگام دو نفر از جنیان حاضر شدند و زعفر از آنان سبب گریه را پرسید. آنان گفتند: ای امیر، وقتی که ما را به فلان شهر فرستادی، در حین رفتن به آن شهر عبور ما به رود فرات افتاد که عربها به آن نواحی نینوا می گویند. ما دیدیم که در آنجا لشکریان زیادی از انسانها جمع شده و در حال جنگ هستند. وقتی که نزدیک آنان شدیم، مشاهده کردیم که حضرت حسین ابن علی علیه السلام، پسر همان آقای بزرگواری که ما را مسلمان کرده، یکه و تنها بر نیزه بی کسی تکیه داده و به چپ و راست خود نگاه می کرد و می فرمود: آیا یاری دهنده‌ای هست تا ما را یاری دهد؟ و نیز شنیدیم که اهل و عیال آن بزرگوار فریاد العطش العطش بلند کرده بودند. وقتی که این واقعه ناگوار را مشاهده کردیم، فلفور خود را به بعر ذات العلم رساندیم تا شما را خبر نماییم که اکنون پسر رسول خدا صلی الله را به شهادت می رسانند. به محض اینکه زعفر جنی این سخنان را شنید، تاج شاهی را از سر خود برداشت و لباسهای دامادی را از تن خود خارج کرد و طوایف مختلف جن را با سلاحهای آتشین آماده کرد و همگی با عجله به سوی کربلا حرکت نمودند. خود زعفر گفته است: وقتی که ما وارد زمین کربلا شدیم، دیدیم که چهار فرسخ در چهار فرسخ را لشکریان دشمن فرا گرفته است. به علاوه صفهای فرشتگان زیادی را دیدیم. ملک المنصور با چندین هزار فرشته یک طرف، ملک النصر با چندین هزار فرشته از طرف دیگر، جبرئیل با چندین هزار فرشته دیگر در آن طرف و در یک طرف دیگر میکائیل با چندین هزار فرشته و در یک طرف دیگر اسرافیل، ملک الریاح، فرشته بادها، فرشته دریاها، فرشته کوها، فرشته دوزخ و فرشته عذاب، هر یک با لشکریان خود منتظر گرفتن اجازه از حضرت بودند. به علاوه ارواح 124 هزار پیامبر علیه السلام از آدم تا خاتم همگی صف کشیده بودند. مات و متحیر مانده بودند. تمام موجودات و حقیقت کل اشیا در کربلا بودند و همگی گریان. در کربلا چه غوغایی بود. خاتم پیامبران صلی الله آغوش خود را گشوده و به امام حسین علیه السلام می فرمود: پسرم، عجله کن، عجله کن، به راستی که ما مشتاق تو هستیم. حسین ابن علی علیه السلام یکه و تنها در میان میدان با زخمها و جراحات فراوان، پیشانی شکسته، با سری مجروح و با سینه سوزان و با دیده گریان ایستاده بود و در هر نفسی که می کشید از حلقه های زره خون می چکید، اما اصلا توجهی به هیچ گروهی از آن فرشتگان نمی کرد. به من هم کسی اجازه نمی داد تا خدمت آن حضرت برسم.
زعفرجنی میگوید همانطور که از دور نظاره میکردم و در کار آن حضرت حیران بودم، ناگهان دیدم که آقا امام حسین علیه السلام سر غربت از نیزه بی کسی بلند کرد و با گوشه چشم به من نگاه کرد و اشاره فرمود که ای زفر بیا. در این هنگام همه فرشتگان به سوی من نگاه کردند و مرا اجازه دادند تا نزد حضرت بروم. من خودم را خدمت حضرت رساندم و عرض کردم من با 90,000 جن به یاری شما آمدم. اگر بخواهی تمام دشمنانت را قبل از اینکه از جای خود حرکت کنی نابود می‌سازی. حضرت فرمود ای زعفر، زحمت کشیدی، خدا و رسولش از تو راضی باشد، خدمت تو مورد قبول درگاه حق باشد، اما لازم نیست که زحمت بکشید، شما برگردید. عرض کردم قربانت شوم، چرا اجازه نمی دهید؟ حضرت فرمود خداوند چنین نخواسته است و باید به لقای حضرت دوست برسم. اگر من در جای خود بمانم، خداوند به وسیله چه کسی این مردم نگونبخت را مورد امتحان قرار دهد و چگونه از کردار زشت خود آگاه شوند؟ جنیان گفتند ای حبیب خدا و ای فرزند حبیب خدا، به خدا سوگند اگر اطاعت از تو لازم و مخالفت با تو حرام نبود، سخنت را قبول نمی کردیم و تمام دشمنانت را پیش از دستیابی به تو از میان می بردیم. حسین ابن علی علیه السلام فرمود به خداوند سوگند که ما بر این کار از شما جنیان تواناتریم، ولی باید حجت بر مردم تمام شود تا آن کس که گمراه می شود با دلیل گمراه شود و آن کس که هدایت می شود با دلیل هدایت شود. زعفر می گوید من به امر آن حضرت مأیوسانه برگشتم. وقتی که ما جنیان به محل خود رسیدیم، بساط شادی را جمع کرده و اسباب عزا را فراهم کردیم. مادرم به من گفت پسرم چه می کنی؟ کجا رفته بودی که این چنین ناراحت برگشته ای؟ گفتم مادر، پسر آن بزرگواری که ما را مسلمان کرد اینک در کربلا در چنان حالی است که من رفتم تا یاریش کنم، اما آن حضرت اجازه نفرمود و چون امر امام واجب بود بازگشتم. مادرم وقتی که سخنان مرا شنید گفت ای فرزند، تو را آق می کنم، من فردای قیامت در جواب مادرش حضرت فاطمه صلی الله چه بگویم؟ زعفر گفت مادر، من خیلی آرزو داشتم تا جانم را فدای آن حضرت کنم، ولی ایشان اجازه نفرمود. مادرم گفت بیا برویم، من همراهت می آیم. مادرم جلو و من با لشکریانم از پشت سرش دوباره به سوی کربلا حرکت کردیم. هنگامی که به کربلا رسیدیم، از لشکریان کفار صدای تکبیر شنیدیم و چون نگاه کردیم دیدیم که سر مبارک و درخشان آقا امام حسین علیه السلام بالای نیزه است و دود و آتش از خیمه های حرم بلند است. مادرم خدمت حضرت امام سجاد علیه السلام رسید و اجازه خواست تا با دشمنان آنان بجنگد، ولی آن حضرت اجازه ندادند و فرمودند در این سفر همراه ما باشید و در شبها اطفال ما را مواظبت کنید تا از بالای شتران بر زمین نخورند. در نتیجه جنیان اطاعت کردند و تا سرزمین شام با اسیران بودند تا حضرت سجاد علیه السلام آنان را مرخص فرمود. همراهان گرامی، امیدوارم که این داستان برای شما روشن کننده و آموزنده بوده باشه. التماس دعا.